سلام، وضعیت شیوع بیماری آبل مرغان و مواردی که بعد رعایت بکنیم موضوع این برنامه گزارش پنج است. من خواهش میکنم که حتما همراه ما باشید. که زو میفرمایین چه اتفاقی افتاده؟ آبل مرغون گرفته بود. اول 3-4 روز بود آبل مرغون داشت، بعد از 2 روز تبدیل به سلولیت شد. از طرف ناحیه راستش عفونت کرده، الان خان ببرنش عملش کنن. توجه شدین کجا مبتلا شد؟ مثلا کسی بود آلوده باشه یا نه؟ دختره اولم داشت، اون سر 3 روز خوب شد، اون اقد حاد نبود، فقط خالی ریز داشت، سر 3-4 خداشو خوب شد. بعد خب دیگه معمولا این چیز بعد 2 هفته اگه کسی تو خونه نیفته باشه، اونم این دخترم بود، اینم گرفت، یه عفونت شدی. الان روند درمانش چطور بوده؟ الان دکترش که میگه بهتر بوده، تو تربت هدریه میگن عفونتش کم کم تر شده، ولی خب چون داروها قوی بوده 20% از کلیهش رو از کار انداختن، داروهاشو کم کردن، الان باز داروهاشو عوض کردن، دوباره سونا گرفتن، میگن کلیهاش خوب شده، ولی خب عفونت هنوز تو بدنش هست. آبل مرغون یک ویروسیه که دی ان ا دار هست در واقع، و بعد وقتی وارد بدن میشه در واقع از بدن دیگه خارج نمیشه، و بیمار ابتدا یک علائم ساده شبیه سرماخوردگی پیدا میکنه و بعد دچار تب میشه. به مجردی که تب شروع میشه، تقریبا به فاصله کوتاهی زایات پوستی بیمار به شکل زایات آبدار و متنوع، یعنی یک زایات اصطلاح میگه ماکولر، پاپولر و به اصطلاح وزیکولر، همه نوع شکل میگیره و این زایات در پوست از تنه و در صورت و تمام بدن ظاهر میشه، منتشر هست این زایات، و قاعدش هم اینه که خارشدار هست. تب قاعدتا بعد از 1-2 روز فروکش میکنه، حدود 6-7 روز این زایات خشک میشه، و بعضی که زایات کاملا خشک شد تقریبا از آلایندگی اون دیگه کم میشه. روزهای اول معمولا از طریق تنفس هست، و روزهای 3-4-5 به بعد از طریق تماس با اون زایات، پس به اون زایات نباید زده بشه، یا اینکه اگر دست زده میشه کاملا فورا دست رو با آب صابون شستشو داده بشه. امسال متاسفانه نسبت به سالهای گذشته ما عوارض آبل مرغون رو خیلی بیشتر دیدیم، و حالا هرچند که از قدیم میگفتن آبل مرغون بیماری خوشخیم، عوارض آبل مرغون شدن که این عوارض بیشتر عوارض عفونت‌های پوستی و عوارض ریوی بود، و خب متاسفانه ما تعدادی از بچه‌ها رو سر این موضوع حتی از دست دادیم، و این نیازمند این هستش که مقدار مراقبت‌ها نسبت به آبل مرغون بیشتر باشه و خانواده‌ها نسبت به عوارض آبل مرغون مقداری با جدیت بیشتری پیگیر باشن. اندباشه و این میخارونه، این عفونت از اینجا منتقل میشه و این زخم ساده‌ای که عفونی نیست تبدیل میشه به عفونت، عفونت‌ها میکروبی روش سوار میشه، و همین میتونه منجر به عوارض بسیار شدیدی برای کودک ایجاد بکنه. اینم یه پسر 8 ساله‌ای هست که دچار آبل مرغون شده، و بعد چند روز یه زایایی پوستی ساده روی کتف و شانه‌اش، با اصرار ما خلاصه جراح مجبور شده که این دستش رو قطع کنه، این کانون عفونت رو ازش جدا کنه که ما بتونیم به دادش برسیم. بچه‌های آبل مرغون بین سنین 2 سال تا 15 سال میگیره، و زیر 2 سال کم هست، ولی خب اگر تماس داشته باشن احتمالاً زیر 2 سال هم مبتلا میشن، ولی سنشون سن همین هست، و اگر رعایت بکنه، چون خارش هرچی که بیشتر به خارونه بچه، این دونه ها بیشتر خطر عفونت روش سوار شدن داره، و اون خیلی خطرناک است. بنابراین برای خارش این بچه ها میتونید داروی ضد خارش مثل پمادهای ضد خارش، کالامین و نمیدونم شربت های ضد خارش، هیدروکسیزین و اینها میتونن مصرف کنن. از روز شنبه که مبتلا شد، بعد مثل آبل مرغون طبیعی بود، بعد روز یک شنبه دیدیم زایات پوستیش داره عمیق‌تر میشه، که بردیمش دکتر متخصص، نبردیمش کلینیک، بردیم دیگه. بعد پماد کلامین داد، پماد کلامین رو که زدیم دیدیم داره بدتر میشه، و دوش حموم هم که بردیمش دیدیم داره اینجوری میشه، که آوردیمش بیمارستان. یعنی ما توصیه‌مون اینه که برخلاف تصور قدیمی ها،
ما تأکید داریم که آبل مرغان حمام بشه، حتی روزی دو بارم حمام بشه. یعنی بهداشت پوست خیلی برای ما اهمیت داره و مالارا مواظب باشن زخمایی رو که داره عفونی میشه، یعنی داره عمق پیدا میکنه رو سریعا به پزشک مراجعه کن. اگر بچه آبل مرغانی مجدد تب کرد، این تب مجدد برای ما غیر طبیعیه. روز اول تب میکنه بچه، تبش خوب میشه. این دو تا مسئله مهمه، یک تب مجدد، یکی زایات زخم پوستی که داره عمق پیدا میکنه و پدر مادرها هی تعلل میکنن که حالا ان شاءالله بهتر میشه، پماد موضعی میزنن مثلا فکر میکنن خوب میشه و این زایه پیشرفت میکنه، دیگه کنترل اون عفونت برای ما خیلی سخته. یعنی آنتی بیوتیکای بسیار قوی و با تعداد بالا باید بدیم و حتی دستگاه تصفیه خون و اقدامات پیشرفته و جراحی و با این اقدامات باید کمک بگیریم تا بتونیم این بچه‌ها رو نجات بدیم. توصیه‌ای که ما میکنیم به خانواده‌ها اینه که آبل مرغان معمولا روزهای اول تب میکنه، تب خفیف هم میکنه و روزهای دوم سوم چهارم به بعد هر کودکی که آبل مرغان تب داشت حتما بایستی به بیمارستان مراجعه بکنه، چون بیمارانی که روز سوم چهارم به بعد تب میکنن. وضعیت تبش چطور بود؟ تب هم میکرد دیگه، همون دو سه روز همش تب داشت. آره تب داشت و همین دونه ها حالت ابتدایی ماجرا بود. آره داروی ضد تب در بچه ها فقط و فقط استامینوفن باید استفاده بشه. داروی ضد تب غیر از استامینوفن، داروهایی که آسپرین و بروفن و دیکلوفناک و اینها خانواده ها گاهی اوقات تو خونه خودشون همینجوری مصرف میکنن، نباید استفاده بشه. خانواده ها توصیه میکنم خیلی دنبال داروهای پیشرفته نباشن که این زایات پوستی رو درست کنن. این زایات خود به خود تقریبا نزدیک به 100% این زایات خود به خود خوب میشن و ترمیم میشن و هیچ آثاری از این زایات حتی در صورت باقی نمیمونه. دخترای جوان اصرار نداشته باشن که صورتشون رو هی با داروهای متنوع ترمیم کنن. این ترمیم به خودی خود صورت میگیره و هیچ زایه و آثاری از این ویروس باقی نمیمونه. کاری میشه انجام داد که مبتلا نشون؟ بهترین راه به اصطلاح پیشگیری همین ایزولیشن و جداسازی بچه ها هست. یعنی اگر یک بچه توی خانواده هست، خب به احتمال قوی بقیه اعضای خانواده میگیرن. یعنی این جداسازی در خانواده خیلی مشکله، اما حداقل اینکه از مدرسه میشه جداش کرد. اون حالتی که در گذشته توصیه میشد که بچه‌ها رو کنار هم دیگه قرار بدیم که آبل مرغون اگه یه بچه‌ای داره بقیه بچه‌ها هم آبل مرغون بگیرن، واقعا الان به نظر من کار درستی نیست و این میتونه موارد ثانویه و موارد بعدی آبل مرغون باعث بشه که موارد بعدی شدیدتر از مورد اولیه باشه و احتمال عوارض رو بیشتر بکنه. ولی کنترل شده هست، امکاناتمون امکانات خوبی هست. تقریبا تو فصل تو شویش هستیم دیگه، الان تو شویش هستیم، تقریبا تو پیکش هستیم. گرچه هر چند 3-4 روز گذشته باز بیشتر بود، ولی همچنان هم ما الان حدود 12 تا بچه بستری تو بیمارستان خودمون حداقل داریم که با زایات آبل مرغانی پیشرفته که حداقل 6-7 تاشون تو آی سی یو هستن، 7-8 تاشون تو آی سی یو هستن و تحت مراقبت های پیشرفته هستن که ما از محل خطر بگذاریم و اینا رو منتقل بخش کنیم.